عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم. امیدوارم که این ایام گرم تابستون شاد و تندرست باشید و بعد از اون که هوا خنک میشه برین کم تمرین و ورزش بکنید، مخصوصا پیاده روی را هیچ وقت فراموش نکنید. پیاده روی یک تمرینیه که هممون در هر شرایطی میتونیم از 5 قدم گرفته تا 5000 قدم انجام بدیم بدون هیچ دردسر و مشکلی. پس حتی اگه نمیتونیم هیچ فعالیتی هم داشته باشیم، همون تو خونه میتونیم لااقل هر یه ساعت 5 دقیقه پاشید راه برید. پس این راه رفتن رو همیشه تا جایی که میتونید انجام بدید. و از خیلی از شماها هم که به عنوان مثال کارهای آفیسی و دفتری دارید و وقت تمرین و ورزش رو ندارین، تقاضا میکنم که حداقل روزانه یه ایستگاه پیاده برید تا سر محلتون، یا ایستگاه قطار یا ایستگاه اتوبوس، بعد هفته بعد دو تا ایستگاه پیاده برید، در برگشت یکی دو تا ایستگاه زودتر پیاده بشین تا نزدیک خونه پیاده بیاین. پس به طرق مختلف میشه روزی نیم ساعت تا یک ساعت پیاده روی به زندگیمون بیاریم بدون اینکه هیچ مشکلی ایجاد بکنه، هیچ هزینه‌ای داشته باشه، وقت چندانی از ما بگیره. به جای اینکه تو اتوبوس نیم ساعت یک ساعت تو ترافیک و غیره وقتتون تلف بشه، پیاده برید. میخوان از یه جای به جای دیگه برید، ملاقاتی قراری چیزی دارید، پیاده برید نصفشو یا لااقل یک سومشو. پس بنا بر موقعیت جسمی و فیزیکی خودتون و شرایطتون، حداقل روزی نیم ساعت پیاده روی رو بیارین تو زندگیتون. و میگم حتی اگه نمیتونید در خونه پیاده روی بکنید، چرا که اثرات خیلی زیادی برای دستگاه اسکلت و همچنین دستگاه گردش خون و تنفس و غیره داره و باعث تقویت تمام این ارگان ها میشه. خب در این برنامه میخوام به یک سری از سوالات شما عزیزان پاسخ بدم. یه دوست عزیزی گفتن بنده هنگام راه رفتن و نشستن و خوابیدن هیچ دردی از هیچ قسمت کمر و باسن و پشت پا و پاشنه دارم یا ندارم. یه نکته دیگه ای که میخواستم بگم، این تکسایی را که میفرستیم برای سوالاتتون حتما یه بار بخونید دوباره، اگه اصلاحی نیاز داره اصلاح بکنید، که چرا یه جایی مثل اینجا دارم یا ندارم تو پزشکی خیلی میتونه باعث مشکل بشه، که اینجا احتمالاً بایستی منظورتون ندارم باشه. اما هنگام ایستادن و راه رفتن سوزش کف پاهام به حدی زیاد میشه که ناچارم روی زمین بشینم، فقط شب میخوابم سوزش پاهام خوب میشه، صبح بلند میشم شروع میشه. هر نوع کفش و طبی ورزشی فیزیوتراپی رو انجام دادم، هنگام فیزیوتراپی و ورزش کمی سوزش پاهام کمتر میشه، اما پس از چند روز دوباره برمیگرده. همجوری که اشاره کردین در نایه کمر و باسن و غیره دردی ندارید، ولی در پاهاتون موقع راه رفتن و ایستادن سوزش دارید. ببینید این سوزش کف پا معمولا به چند دلیله. یکی این که میتونه مشکل نورولوژیک داشته باشه، که عصبه که از کمر شما به پاتون میاره میاد یه جای ایرادی داشته باشه و باعث بشه که درد و ناراحتی داشته باشید، که به نظر بنده این مشکل شما نیست. مشکل شما یا به خاطر مسائل و مشکلات ناشی از رگ‌ها و عروق خونی است که گردش خون شما به خوبی انجام نمیشه. یک حتی بیماری داریم که مشخصش اینه که وقتی 5 دقیقه راه میری پاهات خسته میشن، خود به خود اون فرد میشینه چند دقیقه استراحت میکنه و باز وقتی راه میره میبینه بعد چند دقیقه درد شروع شد و استراحت مشخصه خاص اون بیماری است که یا اونه و یا به خاطر هر دلیلی صافی کف پا، قوس کف پاتون و یا یه سری حرکات که
اشتباه انجام دادین، فشاری بهش آوردین، یه سری از اون ماچ های کف پاتون آسیب دیده، و یا با من مثال خیلی از خانم‌ها با دمپایی را میرن، میدونیم که موقع را رفتن با دمپایی نیروها به طور خوبی با کفش تقسیم نمیشن و همچنین موقع را رفتن چون این پاشنه دمپایی با پای ما بالا نمیاد و یا موقع پا زمین میذاریم پا توی دمپایی یکم سر میخوره و ده ها مشکل دیگه. لااقل سعی نکنید عادت همیشگیتون باشه که با دمپایی را برید. پس همجوری که اشاره کردم بایستی شما یه سری تمرین ها و تکنیک های کششی و تقویتی برای کف پاتون، مچ پاتون، ارزم بزرگون ساق پاتون، ماچه پشت پاتون و همچنین تمرین های نای کمر رو انجام بدیم به طور مداوم برای یکی دو ماه و در کنارش هرچند فیزیوتراپی رفتیم و نتیجه چندانی نداشته، ولی شما این تمرین ها رو به هر صورت باید انجام بدین و همچنین اگه دسترسی داشتین یا خودتون یا دوست و همسایه‌ای و یا پیش شخص دیگه برین که یه چند جلسه کف پاتون رو خوب ماساژ بدن و تأثیرات خیلی بسزایی خواهد داشت، مخصوصا در کنار با این تمرینایی که اشاره کردم. پس این تمرین‌ها رو انجام بدین و نتیجه‌شو به ما بگید که در برنامه اعلام بکنم. آرزوی سلامتی دارم براتون. یه آقای دیگه گفتن آقای دکتر سلام، مهره 1-4 تنگی کانال دارد و فیزیوتراپی آب درمانی فایده نداشت، میگویند فقط جراحی. لطفا راهنمایی بفرمایید. سن 65، جنس مرد. با تشکر. خب با اینکه پیام خیلی کوتاهی است ولی مشخصات خیلی خوبی را ارائه دادین. ببینید دوست عزیز، تنگی کانال نخاع که یک برنامه هم در رابطه با اون چند ماه پیش داشتیم، یه بیماریه که در سنین بالا متاسفانه پیش میاد و در واقع با فشار زیاد که ناشی از اون تنگی کانال نخاع میشه روی عصبی که به پاتون میره، باعث درد و ناراحتی مختلفی در نای کمر و در پا میشه. توصیه میکنم این برنامه را ببینید و از یک طرف هم تا یه همکاری بهتون گفت تنگی کانال نخا دارین یا تشخیص تنگی کانال نخا دادن، سریع روحیتون رو نبازید. یکی از نکته هایی که خیلی خیلی حائز اهمیت هست در پزشکی اون روحیه مقاومتی و مبارزه شما با این بیماری هاست که بنده شخصا همیشه روی این مسائل تأکید میکنم با مریضام و حتی از نظر شواهد علمی و تحقیقاتی هم خیلی ثابت شده که وقتی که یک نفر مثبت و قوی باشه و سعیش رو بکنه برای بهبودی این بیماری، مطمئنن همجوری که در بین در و همسایه دیدین خیلی پیشرفت‌های خوبی را متوجه میشین. پس امیدوارم که برین برنامه تنگی کانال نخاع را ببینید، تمرین‌های مخصوص رو در اونجا به طور کامل ارائه دادم ببینید و انجام بدید. خیلی تمرینات ساده‌ای که شما با اونا شروع می‌کنید، به عنوان مثال دوچرخه زدن برای شما خوبه، ارزم بزرگتون که رو کمر بخوابید زانوهاتون رو ببرین چپ و راست، دو تا زانو رو به طرف سینه‌تون کش بیارید و الی آخر. امیدوارم که شما هم با انجام این تمرین‌ها نتیجه بهتری رو بگیرید. یه دوست دیگه ای گفتن آیه دکتر سلام، من دیسک کمر دارم، یک ماه هست که نمیتونم به راحتی راه بروم، وقتی راه میرم پاهام درد میکنه، در روستا زندگی میکنم، دسترسی به فیزیوتراپ ندارم. امیدوارم که شما برنامه های دیسک کمر رو که در کانال تلگرام گذاشتین و مشخصه به تلگرام دسترسی دارید برید نگاه بکنید، تمریناشو در اونجا هست انجام بدین و مخصوصا بعد کار سخت روستا که یا کشاورزی یا دامداریه و غیره، بیاین یه سری تمرین های آرام بخش در واقع انجام بدیم. ببینید تمرین های موبلایزیشن یا حرکت بدن بدون فشار بیش از حد در واقع آرام بخش هستن، چرا که
اون ناحیه‌ای که آسیب دیده را وقتی به طور خیلی نرم و یواش شما حرکت میدین باعث آرام شدن اون بافت‌ها میشه و مخصوصا تمرین‌های مختص دیسک کمر که در برنامه فکر کنم 4 و 5 زنگ سلامت به طور مفصل توضیح دادم انجام بدین. رو کمر دراز میکشید، بعد یکی از آشناهاتون البته واسه سن بالا داشته باشه، بچه نمیتونه، بعد پاتون رو صاف میگیره، یه دستش رو پشت زانو میذاره، با دست دیگه این مچ پاتون رو کف پاتون رو میگیره و این پاتون رو به 90 درجه میاره با زانوی صاف، مچ پاتون رو یکم به پایین فشار میده که به این طریق اون مایشه پشت پاتون تقویت میشه، یا همون جوری که رو کمر دراز کشیدید با پاتون دوچرخه بزنید که باعث تقویت این مایشه پشت پاتون میشه. سر پا پاشید، روی یک پا وایستین برای یک دقیقه، دستتون هم بگیرین به یک دستگیره نرده جایی که نیفتین و باز روی دوتا پا وایستید. فرض کنید میخواین روی صندلی بشینید، پاشید. همین تمرین ها باعث میشه که اون مایچه شما از اون حالتی که داره بدتر نشه، هرچند که روز به روز تقویت هم خواهد شد و امیدوارم با اضافه کردن این تمرین ها بتونید بهتر و راحت تر زندگی بکنید. و از یک طرف دیگه یک سری تمرین های دیگه مثل دوچرخه سواری، حتی اگه تعادل نمیتونید داشته باشین رو دوچرخه معمولی، از این دوچرخه های ثابت بگیرید، یا حتی اگه دوچرخه ثابت هم نمیگیرید یه پدال های کوچکی هست بگیرید بزنید جلوی صندلیتون دوچرخه سواری کنید، و یا برید استخر شنا. شنا یکی از تمرین ها و ورزش هایی است که برای تقریبا به جرات میتونم بگم برای تمام بیماری ها مفیده و لازم و مؤثر. پس به شرایطتون نگاه بکنید و دقیقا محدودیت هاتون رو در بیارید و اون محدودیت ها رو به نقطه قوتتون تبدیل بکنید. همجوری که در سایر موارد زندگی هم آدم به نقطه ضعفاش نگاه میکنه و رو اونا کار میکنه، چرا که نقطه های قوی ما احتیاج به قوی کردن چندانی ندارن، دقیقا این نقطه ضعف های ماست که بایستی برطرف بشه و به قدرت تبدیل بشه. پس امیدوارم که شما هم روی این مسائل کار بکنید و خبرشو بهمون بدید. بریم سراغ سوال بعدی. دکتر جان با سلام، مریض سبت طولانی در لاین شما هستم با نام غلامی. بعد از 10 جلسه فیزیوتراپی که به دستور شما انجام دادم، شکستگی پای چپ من با اینکه میدونم مثل پای سالم راست نمیشود، ولی با اینکه قوزک پا درد بسیار دارد، ولی اون برجستگی که باید داشته باشد را ندارد. گوشتی شدن کف پا و کلفتر بودن کامل پای چپ از راست، وضعیت بودنش در راهپیمایی و زود خسته شدن اون. سوال من از شما دکتر عزیز و راحل از خارج شدن، حتی کم از این معایب از شما ممنونم دکتر جان. دوستان یک کم این تکسا را واضح تر بنویسید که بنده نمیتونم این رو دستکاری بکنم و متاسفانه بد خانه میشه برای سایر بینندگان عزیز. پس این بیننده عزیز عکس پاشون هم فرستاده که اینجا میذارم براتون. انگار شکستگی چیزی داشتن که پین گذاشته بودن که از بنده سوال کردم، بنده هم یه توصیه در موقع کردم که بعدن دوباره سوالشون رو فرستادن. همجوری که در این عکس میبینید این پا متاسفانه به اون صورت ریهب نشده، در واقع هم از رنگ و روش مشخصه که هنوز تورم داره و مشکلات زیاد، و همین که ورم داره یکم، و همچنین دامن حرکتیشون نوشتن که خوب نیست. خب بیننده عزیز، شما بایستی در این مواقع پیش فیزیوتراپیستی برین که بتونه با دست رو این مفصل کار بکنه. تکنیک های دستی همجوری که در برنامه پیش بود فکر میکنم اشاره کردم، بایستی همکاران فیزیوتراپیست تبحر خاصی داشته باشن در انجام این تکنیک ها، و الا اینجا مچ پا رو بگیریم، فرض کنیم مچ دست، حالا من اینجا نشون میدم، ما اینجا رو بگیریم خم و راست بکنیم، فایده نداره. تمام نتیجه و بهبودی بیماری ها
در رابطه با انجام تکنیک‌های دستی برمیگرده به فیکسیشن. یه مثالی میزنم جهت از خود تعریفی نباشه. و سال دوم دانشگاه بودیم تو آمستردام، یه معلمی داشتیم به اسم پیت آلبرت که خیلی شخصیت خوبی داشتن. یه روز رو مش پا، برای همین مثال میگم، کار میکردیم. معمولا درس ما اینجوری بود که یه 10 دقیقه یه رو تئوری درس میدادن و 2 ساعت بایستی رو همون ناحیه بدن با هم کلاسی ها رو پای همدیگه دست همدیگه تمرین میکردیم که این نکات رو خوب یاد بگیریم. بنده مچ پای یکی از هم کلاسی ها رو قشنگ فیکس کرده بودم و داشتم حرکتش میدادم که یهو از بغلم رد شد و به من گفت نوید دستاتو تکون نده، همجور نگه دار. منم یهو نگران شدم، گفتم کار اشتباهی دارم میکنم که میخواد الان گیری چیزی بده. که بعد همه بچه ها رو صدا کرد و گفت ببینید مدل فیکس کردن این مفصل پاشنه رو نگاه بکنید، در حد بهتر از من ایشون فیکس کرده. که متوجه شدم خیلی راضی بود از اون حرکت من. ببینید اینجوری نیست که شما اینجا انگشتان رو بگیرید رو موبیلیتی و یا دامنه حرکتی مچ دست کار بکنید، باید قشنگ فیکسیشن درست باشه و الان ده ها مفصل هست اینجا حرکت میکنه. بنده دیدم اینا رو که میگم، همکار فیزیوتراپیستی که رو شونه میخواست موبیلایزینگ بکنه یا حرکتش بده و تکنیک رو انجام بده، این شخص مثل الان من نشونده بود روی یک صندلی و اینجا دستشو میگرفت میچرخوند این ورانور، همینجوری که میبینید من اینجوری میچرخید تمام بالا تنش، در صورتی میخواست شونه رو موبیلایز بکنه. اینجوری جواب نمیده، یا عدم وقت کافیه، یا عدم توجه کافی به مریضه، یا عدم آگاهی و عدم داشتن تکنیک های خاصه که این فیزیوتراپیست اینجوری کار میکنه. و الله برای موبیلایزینگ هر مفصلی بایستی فیکسیشن خیلی دقیق باشه و رو جزئیات و با حوصله و به اندازه و رو حساب کتاب اونو ما حرکت بدیم که به فرد یه دست اینجا فیکس میشه، یکی اینجا، رو تکنیک خاصه. همش اینجوری نیست که اینجا دست رو بگیریم شونه رو بکشیم این برن ور، نه، اون شونه که اینجا قفله وقتی شما دست بکشید این بالا تنه است که میچرخه، مخصوصا که رو صندلی چرخ دارم گذاشته بود بیمارو، حتی صندلیش هم ثابت باشه باز فرقی نمیکنه، بالا تنه میچرخه به جای اینکه شونه بچرخه. پس این تکنیک ها رو برین یه همکاری رو پیدا بکنید که بلد باشه انجام بده و اینها هم نیازمند سالها تجربه و سابقه و آموزش درسته که امیدوارم همکاران در این موارد خودشون رو بروز بکنن. هرچند بارها گفتم واقعا فیزیوتراپی ایران در این یکی چند سال اخیر پیشرفت خیلی زیادی داره، نکاتی رو که بنده اینجا بهشون اشاره میکنم دلیل بر کلیت بستن و پایین آوردن سطح علم همکاران نیست، خدای نکرده جسارتی نشید در این مورد، ولی هستن افراد خیلی زیادی که کارشون به خوبی یا بلد نیستن انجام بدن یا اهمیتی نمیدن و منظور بنده به این افراده که در خیلی رشته‌های دیگه پزشکی هم این مسائل داریم که در برنامه آتی شاید به اونا برسیم. خب پس امیدوارم شما هم بیننده عزیز پیش همکاری برین که روی این تکنیک ها کار بکنه و در کنارش تمرین های مختص مچ پا را واسه انجام بدیم. با عنوان مثال همونجوری نشستین مچ پاتون بالا پایین چپ راست، بغل پله وایسین، پاتون اینجوری لبه پله بذارین، پنجهاتون رو روی پاشنه بریم پایین بیاین بالا 10 دفعه، در آخر بریم پایین پاشنهتون رو بذارین همونجا وایسته کش بیاد. عرضم به حضورتون که دو تا دست رو تکیه بدیم به دیوار، در حالت قدم وایسین پاشنتون رو باز کش بیارید تاندون آکیلی، چرا که این کوتاهی و عدم تقویت شدن این بافتا باعث میشه که اون مفصل به حرکت اصلیش برنگرده. البته تمام این رو برمیگرده به اون موفقیت جراحی که شما داشتین که آیا این جراح یا کارش خوب انجام داده یا نداده و یا در خیلی سری از مواقع هم شکستگی متاسفانه طوریه که حتی بهترین جراح دنیا هم شما برین شاید اون حرکت کامل مفصل رو بهتون نتونه برگردونه. پس ده ها فاکتور هست که باعث تمام اینا بررسی بشه، ببینن علت محدودیت و تورم مچ پای شما بعد این همه مدت چیست، آیا جراح خوب بوده یا خوب نبوده، آیا شکستگی شما این اجازه رو میده یا نمیده که مچ شما به اندازه کافی حرکت بکنه، و آیا فیزیوتراپیست شما خوب کار کرده یا نکرده، و یا خود شما
چقدر اهمیت دادین به تمرینایی که بهتون فیزیوتراپیست داده، آیا اینا رو انجام دادین یا ندادین، یا رفتین اونجا نیم ساعت اومدین بقیش هم ول کردین به امان خدا. پس اینجوری نمیشه. پس بایستی شما به عنوان بیمار بیشتر این اولویت و اهمیت رو به این تکنیک ها و درمان ها بدین و انجام بدین. فقط گوش دادن به این حرفای من و سایر همکاران فایده ای نداره. هر کی انجام داده، ده ها سوال و پیام اومده که همشون رو براتون بارها خوندم. به آخر برنامه رسیدیم، یه پیام خیلی کوتاه دیگه هم براتون بخونم که یه نمیدونم خانمی یا آقای محترمی نوشتن. سلام دکتر، همیشه سلامت و شاد زندگی کنید، شما بی‌نظیر هستین و به همه کمک میکنید، من همیشه دعاگوتون هستم و سپاسگزارم. پوزش میخوام که از گاهی پیام میدم. ایشون فکر میکردم یکی از همکارا هستن که پرسیدم کجا کار میکنید و کارتون چیه، که گفتن نه من خانه‌دار هستم و تو تلگرام پیام دادم، تمام مردم ایران نوشته دعاگوتون هستن و منم یکی از این مردم. منم همه شما عزیزان رو دوست دارم، واقعا از ته دل میگم و امیدوارم که شما هم با انجام این تمرینات، حتی اگه سالم هم هستید، انجام بدین تمرین مختلف نوعی گردن، کمر، زانو، پا که دچار فرسودگی و دیجنریشن در واقع بدن ما نشه و سلامتیتون همیشه حفظ بکنید. به آخر برنامه رسیدیم، همه شما رو به خدا میسپارم و امیدوارم که زندگی شاد و تندرستی رو با انجام تمرین های مکرر و ورزش های کافی برای خودتون و خانوادتون بسازید. تا هفته بعد و برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم. روز روزگار خوش. خدا نگهدار.